شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان خوب برنامه اربت الوسقا. تشکر داریم از کسانی که با سوالهاشون برنامه رو یاری میدهن. بحث ما در برنامه گذشته در مورد احکام نماز آیات بود. 4 تا سوال رو مطرح کردیم. سوال اول این بود که چه وقت نماز آیات واجب میشود. سوال دوم این بود که تا چه وقت نماز آیات رو باید بخونیم. و سوال سوم این که چگونه نماز آیات بخوانیم و آخرین سوال این که چه کسانی نماز آیات برشون واجب می شود یا باید نماز آیات بخونن. سوال اول رو اجمالا توضیح دادیم و گفتیم که یه سری حوادث طبیعی است وقتی که اونها اتفاق افتاد نماز آیات واجب می شود، از جمله زلزله که اصل است که گاهی اصلا نماز آیات رو به عنوان نماز زلزله می شمارن، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی. این سه تا آیه و نشانه قدرت الهی اگر اتفاق افتاد حتی کسی هم نترسید نماز آیات واجب می شود. و اما نسبت به سایر حوادث مثل صاعقه و بادهای زرد و سرخ و اینها فرمودن اگر بیشتر مردم ترسیدن هراس اونها رو برداشت نماز آیات واجب میشه. خب این پاسخ سوال اول اجمالاً. و اما پاسخ سوال دوم که تا چه وقت نماز آیات باید خونده شود. اگر زلزله شود ابتدای وقت نماز آیات همون ابتدای شروع زلزله است، اگه کسی بتونه نماز آیات رو بخونه. پایانش هم فرمودن در اوائل فرصت، اما اولین فرصت که طرف میتونه بخواند. اما اگر تأخیر شد از نظر ادا و قضا پایان ندارد، یعنی نماز زلزله همیشه اداست. پس اگر زلزله واقع شد شخص نماز آیات رو حتی با تأخیر هم خون باید به نیت ادا بخواند. یه سوال اینجا میتونیم مطرح کنیم، کدام نماز است که قضا ندارد؟ یکی نماز آیات است چون همیشه اداست، یکی هم نماز جمعه که قبلا اشاره کردیم که اگر از وقتش گذشت دیگه نمیشه بخونی، باید نماز ظهر رو بخوانید و قضا ندارد. و اما نسبت به خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، ابتدای وقت نماز، نماز آیات در نسبت به این دو تا حادثه ابتدای گرفتگی خورشید و ماه است، یعنی اما اولی که شروع کرد خورشید به گرفتگی یا ماه نماز آیات رو میتونیم بخونیم چون وقت نماز آیات شده است. پایان وقتش رو فرمودن زمانی است که دوباره شروع میکنه به باز شدن. نگاه کنید یه وقتی شروع میکنه به گرفتگی، خورد 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 سایه میاد میگیره خورشید یا ماه را تا نهایت خورشید گرفتگی یا ماه، حالا ممکنه کامل باشه ممکنه هم ناقص باشه، اما دوباره برمیگرده، یعنی سایه برطرف میشه تا نهایتا کاملا باز میشه و خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی برطرف میشود، یعنی گرفتگی برطرف میشود. از زمانی که شروع میکنه دیگه به باز شدن اون موقع پایان وقت نماز آیات است، یعنی در این فاصله افراد باید نماز آیات رو بخونن. اما از زمانی که شروع به باز شدن میکنه تا زمانی که کاملا برطرف میشود در این وقت رو هم بعضی از فقها فرمودن به نیت ماف الذمه بخواند. ماف الذمه یعنی میدونه نماز آیات واجبه ولی نمیداند اداست یا قضاست، یعنی اون چه بر ذمه من است، اون چه بر عهده من است، میدونم نماز آیات واجبه ولی نمیدونم اداست یا قضا، اینو بهش میگن ماف الذمه، یعنی اون چه بر عهده من هست همونو به جا میارم. دیگه بعد از اون اگر نماز آیات خواست بخونه به نیت قضا باید بخونه. نسبت به حوادث دیگر هم همچنین است، در اولین فرصت اگر مثلا صاعقه شد یا بادهای زرد و سرخ شد در اولین فرصت باید خوانده شود. این هم نسبت به وقت نماز آیات.
و اما راجع به چگونگی نماز آیات، قبل از اینکه ما به کیفیت نماز آیات بپردازیم، من در خصوص نماز آیات توضیحی عرض کنم. یکی از برنامه‌های زیبای اسلام و احکام اسلامی نماز آیات است. چون نگاه کنید موقعی که این حوادث پیش میاد، همون خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو هم اگر انسان توجه داشته باشه، یک برنامه بسیار بسیار مهمی است. یعنی این سیارات و ستاره ها که مجموعه اونها و کهکشان ها و تمام کراتی که وجود داره با یه نظم خاصی، با یه برنامه‌ای، یا در حال حرکت هستن یا در حال سکون هستن، در جایگاه خودشون قرار دارن و تأثیر و تأثیراتی که وجود داره. خب وقتی که خورشید میگیره، ماه میگیره، یکی از نشانه های بزرگ قدرت الهی آشکار میشود. در هنگام حوادث طبیعی انسان نیاز به آرامش داره و ذکر خدا و یاد خدا موجب آرامش است. قرآن میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. نماز بالاترین ذکر خداست، بنابراین فرموده است برید نماز بخونید. در مدینه فرزند پسر پیامبر، یعنی ابراهیم فرزند پیامبر اکرم، از دنیا رفت. 18 ماهش بود، یعنی یه سال و نیم داشت. از دنیا رفت، همون روز خورشید گرفت. خیلی ها گفتن بله، به خاطر مرگ پسر پیامبر خورشید گرفته است. پیامبر فرمودن دست از این حرفا بردارید، اینا نشانه های قدرت خداوند است. نه برای به دنیا آمدن کسی خورشید میگیرد، نه برای مرگ کسی. برید مسجد، برید مسجد نماز آیات بخونید. و رفتن مسجد نماز خوندن، که دیگه برنامه نماز آیات به عنوان یکی از واجبات برای مسلمانان و مکلفان شمرده شد. و هنگام پیش آمده این حوادث، افراد باید نماز آیات رو بخونن. اگر از گذشته هم کسی نخونده باشد، وظیفش هست که نماز آیات رو بخونه. خب اما چگونگی نماز آیات و همچنین مکلفین به نماز آیات میمونه برای برنامه آینده خواست خداوند. بیننده ای پرسیدن مجبورم به خانه کسی رفت آمد کنم که میدانم درآمدشان آلوده به حرام است، آیا خوردن لقمه در آنجا یا غذا در آنجا، حالا نمیشن لقمه در آنجا، اشکال دارد؟ مخصوصا به کودکی که دارم اگر امکان دارد جواب مختصر بدهید. حالا خوبه جواب مختصر خواستن، چش. در جواب باید عرض کنیم، نگاه کنید، میدونید درآمدش حرام است، اما میدونید اون غذایی هم که به شما داده حرام است؟ اگر میدونید غذا حرام است، نه نباید بخورید، مگر اینکه حالت استرار و ناچاری باشد، دیگه چاره نداشته باشید. اما اگر نه، بنده خدا کار کاسبی داره، گاهی هم مثلا درآمد حرامی هم داره، ولی نمیدانید این غذا هم حرام است یا نه، این خوردنش اشکالی نداره. نسبت به فرزندی هم که دارید اگه بخواد احتیاط کنه خوبه، چون ممکنه حرام باشه و هرچند از نظر تکلیفی شما مرتکب گناه نشدید، اما ممکنه اون اثر وضعی را داشته باشد. بیننده دیگری خانمی ظاهرا نوشتن که بله من پول مهریه‌ام را به عنوان قرض به شوهر خواهرم دادم و سخنی از سود به بیان نیاوردم یا نیاوردیم، ولی خودش به میل خودش مقداری پول به من میداد، ولی بعد از چند وقت گفت مثلا بله 450,000 تومان بهت دادم. من هم قبول کردم، میخواستم بدانم اشکال ندارد. در باب قرض فرمودن اگر قرض مشروط به اضافه باشد، یعنی پول رو قرض میدهد یا قرض میگیرد به شرط این که اضافه بپردازد، این ربا و حرام است. اگر مبنیاً علل اضافه باشد، یعنی شرط نشده ولی بنابراینه، یا آدم یک پول قرض میده برای چی؟ برای سود گرفتن، اینم حرام است. اما اگر این دو نباشد، واقعا قرض میده برای خدا، برای ثواب، گرچه پولشو پس میگیره ها، صدقه که نیست، قرض میده بعدنم میگیره، ولی میخواد ثواب ببرد، نمیخواد سود بگیرد، و طرف مقابل خودش یه چیزی سود داد، این حرام نیست، اشکال نداره. بلکه فرمودن بر قرض گیرنده مستحب است که چیزی اضافه بپردازد. بنابراین اگر نه مشخص نشده بوده، شرط نشده بوده، بنای سود گرفتن نداشتید و خودش آمده حالا سودی به شما میدهد، اشکال شرعی ندارد. نوشتن که
میخواستم بپرسم اگر کسی عقدنامه‌اش گم شده باشد اشکالی دارد؟ نه، گم شدن عقدنامه سبب باطل شدن عقد نمی‌شود. عقدنامه ورقه‌ای است که دلالت می‌کند که بله اینا زن شوهرند. اما اگر عقدنامه‌ای هم در کار نبود ولی عقدش صحیح شرعی خونده شده بود، اینا زن شوهرند. حالا نگران این مسئله از این بابت نباشید. نوشتن خیلی ها آرزو دارن یه دونه سیب بدهن دست بچه شون. حالا من اینو مخصوصا میخونم، ولی واقعا نمیتونن و شما از سیب به عنوان دکور استفاده میکنید. ظاهرن در برنامه های گذشته بوده یا برنامه های دیگری بوده پیامک رو اشتباه برای این برنامه فرستادن، ولی حالا چون که آخرش نوشتن معمولا شما این پیامک ها رو از این عبارت نوشتن، میدونم هرگز این گونه پیام ها را برای مردم نمیخونید. ما مخصوصا خوندیم که بدونن نه عبایی نداریم. نوشتن که شما از سیب و میوه و اینها به عنوان دکور استفاده کردید و آیا این اسراف هست یا نیست. اولا نگاه کنید، اگر از گل یا دکور امثال اینها استفاده میشه، اینا اسراف نیست. اینا برای شادی برنامه است که وقتی که افراد مینشینن برنامه براشون خسته کننده نباشد. یه مثالی من بزنم، در طول تاریخ بوده، الان مسلمان ها مرسومه سردر ورودی مسجد رو کاشیکاری میکنن، هزینه میکنن، شاید میلیون ها و این سال ها میلیارد ها خرج کنن، سردر ورودی مسجد رو بسیار زیبا میسازند و کاشیکاری میکنن. آیا واقعا این سردر مسجد مقصود است یا خود مسجد؟ در این ورودی مسجد نه کسی توقف میکنن، نه کسی نماز میخونه، برای وروده، برای اینکه دیگران جذب مسجد بشوند، یه قدرت جاذبه‌ای داشته باشد. فلذا اصل ورود به مسجد است، اصل نماز خوندن در مسجده، ولی این پیشانی مسجد رو، این در سردر ورودی رو هم زیبا می‌سازند. اگر گلی گذاشته میشه، اگر دوستان زحمت می‌کشن به این مناظر طبیعی میان، اگر سیبی مثلا میوه‌ای گذاشته میشه، حالا من در کدام برنامه بوده یادم نیست، گذاشته میشه فقط برای جذابیته و این رو بدانید قطعا دور ریخته نمیشود. یعنی تا زمانی که از گلها بشود استفاده میشود، از میوه هم استفاده میشه، دور ریخته نمیشه. نگران اینا نباشید، پیامک شما هم الحمدلله خونده شد. بیننده دیگری پرسیدن ما مرجع تقلید نداریم، آیا اعمال ما درست است یا نه؟ بله، چند بار هم نوشتن، چند بار هم به شوهرم گفتم ولی اهمیت نمیدهد. امیدواریم توصیه های خوب خانم ها رو شوهرهاشون گوش بدن و بالعکس توصیه های خوب مردا رو خانم هاشون گوش بدن و با هم رفیق باشن و به خوبی زندگی کنن. این هم از جمله توصیه های بسیار بسیار خوبه. بله، انسان در اعمال دینی اگر بدون فتوای مرجع تقلید عمل کنن، مثل بیماری است که بدون نسخه پزشک، در حالی که خودش هم پزشک نیست، فرمودن یا خودت مجتهد باشی که بتونین دستورالعمل‌های دینی رو از منابع اون، از قرآن و روایات استخراج کنی، استنباط کنی، یا به نسخه دیگری که اهل فن است، عالم است، مجتهد است، دارای شرایط است عمل کنی. ولذا ما هم توصیه میکنیم حتما برای انجام وظیفه دینی مرجع تقلید داشته باشید و به نسخه او و به فتوای او عمل کنید. انشاءالله که موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله. خلاصه این برنامه. در این برنامه احکام نماز آیات را بیان و در این راستا به چند مسئله اشاره کردیم. یکم، نماز آیات پس از وقوع زلزله، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، وزش بادهای شدید و رعد و برق قوی و سیل شدید واجب می شود. دوم، در زلزله، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی ترس ملاک نیست و به هنگام وقوع این سه اتفاق نماز آیات واجب می شود، حتی اگر هیچ کس نترسد. اما در مورد بادهای شدید و رعد و برق و سیل و سایر حوادث طبیعی، نماز آیات صرفاً زمانی واجب می شود که بیشتر مردم بترسند. سوم، وقت نماز آیات نسبت به زلزله زمان خاصی ندارد، یعنی از همان لحظه وقوع زلزله واجب می شود
و باید هرچه زودتر خوانده شود، اما زمانش پایانی ندارد، بدین معنا که هر وقت آن را بخوانیم باید به نیت ادا بخوانیم نه قضا. ابتدای وقت نماز آیات نسبت به خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی همان آغاز وقوع این دو و پایان وقت آن زمانی است که خورشید و ماه شروع به باز شدن می کنند. گرچه به فتوای بعضی از فقها از زمان شروع باز شدن تا باز شدن کامل باید به نیت مافزمه خوانده شود. بعد از این زمان نماز آیات باید به نیت قضا خوانده شود. نسبت به سایر حوادث نیز باید در اولین فرصت نماز آیات را خواند. در برنامه بعد احکام نماز آیات را پی خواهیم گرفت.